شیعه منتظر پیامبری جدید این کسانی که مقابل پیغمبر خدا ایستادند و در از پیغمبر خدا نگرفتند اینها کسانی هستند که نمیخواستند نور پیغمبر رو همه عالم ببینه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله این يدخلون فی دین الله افواجا زمانش که امام زمان بیاد چون قدرت برتره همه عالم او رو میبینن کلام او رو میشنون بحثای او رو میبینن بحث استدلالی به دل میشینه درس میگیرن و ایمان میارن اما زمان پیغمبر خدا و بعد از پیغمبر خدا تا زمان ما اجازه بیان حقایق مکتب اهل بیت رو نمیدن سوره نصر نویدی است که الله عز وجل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میدهد که پس از 23 سال تلاش خستگی ناپذیر نتیجه تلاش خود را با گرویدن دسته های مختلفی از مردم به اسلام خواهد دید. اما این کوردلان می گوین این مهم در زمان امام زمان رخ خواهد داد. در آیات شریفه این سوره به سراحت ذکر شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چون این روزی را می بیند. اما این آخون میگوید، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چون این روزی را ندیده است آیا این سخن تکذیب قرآن کریم نیست اگر این آخوند بگوید در آخر زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رجعت می کند و میبیند که با وجود امام زمان مردم گروه گروه به اسلام می میپرسیم؟ بعد از بازگشت و رجعت پیامبر صلی الله علیه و آله و امام مسلمین که خواهد بود پیامبر صلی الله علیه و آله و یا امام زمان آنچه در تاریخ ثابت شده این است که این آیه در شعن فتح مکه نازل شده و برچیده شدن بسات شرک و بتپرستی از مکه سبب گشت تا مردم گروه گروه به خدمت پیامبر رسیده و اسلام خود را اعلام کنند و نتیجه 23 سال تلاش خستگی ناپذیر ایشان سمر خود را نشان دهد. این آخون می گوید چون امام زمان قدرت برتر است میتواند با استدلالات خود مردم را گروه گروه به اسلام وارد کند. آیا این سخن اهانت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست؟ آیا قدرت امام زمان موهوم برتر از قدرت و توانمندی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است این آخوند میگوید اما زمان پیغمبر خدا و بعد از پیغمبر خدا تا زمان ما اجازه بیان حقایق مکتب اهل بیت رو نمیدن اگر از زمان پیامبر و بعد از ایشان تا به امروز اجازه بیان حقایق مکتب اهل بیت داده نشده است پس این مذهب ساختگی شما چه نسبتی به اهل بیت دارد و چگونه مدعی هستید که مذهب سراسر شرک و خرافات شما مکتب حقه اهل بیت است و حقایق آن را بیان می کند؟ آیا این آخوند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به کوتاهی در تبلیغ رسالت متهم می کند نمی داند که الله عز و چه عقوبت سنگینی برای کتمان کننده حقایق تعیین کرده است؟ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ همانا كساني كأنشراك أز دلائل روشن وهداية نازل ایم بعد از آنکه آن را در کتاب برای مردم بیان نمودیم کتمان می کنند الله آنها را لعنت می کند و لعنت کنندگان از مؤمنان و فرشتگان نیز آنها را لعنت می کنند. در پایان باید گفت این آخوندها در پی آنند که با بیان و ترویج چنین خوزعبلاتی بلاتی پیامبری جدید معرفی کنند و به برخی از بندگان الله متعال صفات خدایی دهند و نیازها و حاجتهای خود را از این خدایان جدید بخواهند.